اینجا چند تا مثال از مونوساکارید هایی رو میبینیم که عضو قندهای آلدهیدی یا آلدوز ها هستن، چون که همگی عامل آلدهیدی دارن. این آلدوز ها از نظر تعداد کربن ها با هم متفاوته. از چپ به راست داریم آلدوتریوز، آلدوتتروز، آلدوپنتوز و آلدوهگزوز. با کوچکترین عضو آلدوز ها یعنی گلیسرالدهید آشنا هستیم و میدونیم که یک کربن نامتقارن داره و اگر اوهاش به سمت راست نوشته شده باشه، ما گلیسرالدهیدمون از نوع ایزومر دی خواهد بود. در آلدوتتروز 4 تا کربن وجود داره که کربن‌های دوم و سوم مراکز نامتقارن یا کربن‌های کایرال هستند. وقتی که اوهاش‌های روی این کربن‌های نامتقارن هر دو به یک سمت قرار گرفته باشه، اسم اون آلدوتتروز میشه اریتروز. اگر دورترین کربن نامتقارن نسبت به گروه کربنیل رو پیدا بکنیم، اگر این اوهاش به سمت راست نوشته شده باشه، در اون صورت ایزومر دی رو خواهیم داشت. به همین ترتیب در آلدوپنتوز میبینیم که کربن‌های دوم و سوم و چهارم مراکز کایرال هستند. وقتی که اوهاش های هر سه کربن نامتقارن به یک سمت قرار گرفته باشه یا نوشته شده باشه، نام اون آلدوپنتوز میشه ریبوز. اگر دورترین کربن نامتقارن رو نسبت به کربن کربنیل در نظر بگیریم که کربن شماره 4 میشه، وقتی اوهاش روی این کربن به سمت راست باشه، مثل گلیسرالدهید باشه، در اون صورت ایزومر دی اون قند رو خواهیم داشت، یعنی دی ریبوز. در اینجا در آلدوهگزوز 4 مرکز نامتقارن وجود داره. وقتی که اوهاش های روی هر 4 مرکز نامتقارن به سمت یکسان نوشته شده باشه، در اون صورت اسم اون قند آلدوهگزوز ما میشه آلوز. در اینجا هم دورترین کربن نامتقارن نسبت به کربن کربنیل رو پیدا می کنیم و اگر به سمت راست نوشته شده باشه، باز هم ایزومر دی اون قند رو خواهیم داشت. ولی اینجا آلدوهگزوز ما میشه دی آلوز. در اینجا چند مثال از مونوساکاریدهای کتونی رو داریم که همگی گروه کربنیل رو در کربن دومشون دارن و به ترتیب از چپ به راست عبارتند از کتوتریوز، کتوتتروز، کتوپنتوز و کتوهگزوز. در کتوتتروز کربن شماره 3 نامتقارنه و اوهاش میتونه بر روی اون یه بار به سمت راست قرار بگیره و یک بارم به سمت چپ قرار بگیره. این کتوتتروز که اوهاش روی کربن نامتقارنش به سمت راسته، اریترولوز نامیده میشه و دی اریترولوز هستش، چون که اوهاشی که بر روی تنها کربن نامتقارنش وجود داره به سمت راست هست، شبیه گلیسرالدهید هست. در کتوپنتوز 2 مرکز نامتقارن وجود داره. کربن‌های سوم و چهارم کربن‌های کایرال هستند. وقتی هر دوتا عامل اوهاش بر روی کربن‌های نامتقارن به یک سمت نوشته شده باشه، قند ما ریبولوز نامیده میشه و از اونجایی که دورترین کربن نامتقارن یعنی کربن 4 اوهاش رو در سمت راست خودش داره، قند ما میشه دی ریبولوز. در کتوهگزوز 3 تا کربن نامتقارن داریم. وقتی که اوهاش های روی این کربن های نامتقارن همگی به یک سمت باشه، اسم این قند میشه پسیکوز و روی دورترین کربن نامتقارن نسبت به کربن شماره 2 که کربن کربنیل هست، اوهاش به سمت راسته. بنابراین ما ایزومر دی این رو داریم. در واقع همشون دی هستند به جز دیهیدروکسی استون که مرکز کایرال نداره و لذا ایزومرهای دی و ال نمیتونه داشته باشه. نام قندها همونطور که میدونیم پسوند اوز میگیره. اما گاهی یک قند کتونی مثلا اریترولوز یا ریبولوز اسم خودش رو از همتای آلدوزش قرض میگیره. در این صورت برای متمایز کردن قند کتونی از قند آلدوز، پسوند اولوز اضافه میشه به انتهای نام قند. مثل اریترولوز که از اریتروز میاد و ریبولوز که از ریبوز میاد.
اینجا مولکول گلیسرالدهید رو داریم که به مدل فیشر نوشته شده. به خاطر اینکه اوهاش بر روی کربن نامتقارنش به سمت راست هست، بنابراین دی گلیسرالدهید نامیده شده. اگر بخواهیم که ساختار ال یک ترکیب رو بنویسیم، کافیه که یه آینه رو فرض بگیریم، مولکول رو به طور کامل بنویسیم و تنها بر روی کربن نامتقارن جهت اوهاش رو عوض بکنیم. در اینجا بنابراین ما خواهیم داشت الگلیسرالدهید. خب اما از کجا بفهمیم که یک ترکیب کلن چند تا ایزومر فضایی میتونه داشته باشه؟ داشتن ایزومر فضایی لازمش این هستش که حداقل یک مرکز کایرال وجود داشته باشد. بنابراین تعداد کل استریو ایزومرهای یک ترکیب مساوی هست با 2 به توان N. عدد 2 نشون دهنده اون 2 حالتی هستش که اوهاش میتونه داشته باشه. اوهاش میتونه یک بار سمت راست قرار بگیره، یک بار سمت چپ. بنابراین 2 حالت برای اوهاش وجود داره. اما تعداد کربن‌های نامتقارن یا تعداد مراکز کایرال نشون میده که ما چند تا از این 2 حالت داشته باشیم. بنابراین N تعداد کربن‌های کایرال رو نشون میده یا کربن‌های نامتقارن در ساختار یک ترکیب. بنابراین ما برای گلیسرالدهید خواهیم داشت 2 به توان 1. همیشه از میان کل استریو ایزومرهای ممکن برای یک ترکیب نیمی ایزومر دی هستند و نیمی دیگر ایزومر ال خواهند بود. یعنی در اینجا که برای گلیسرالدهید تعداد کل استریو ایزومرها 2 عدده، یکیشون دیه و یکیشون اله. اینجا یه آلدوتتروز داریم که باهاش قبلا آشنا شدیم و میدونیم که اسمش اریتروزه. 2 تا کربن کایرال داره، کربن‌های دوم و سوم که روی اونها اوهاش ها به یه سمت یکسان قرار گرفته. از اونجایی که اوهاش روی دورترین کربن نامتقارن نسبت به کربن کربونیل به سمت راسته، این اریتروزی که اینجا داریم ایزومر دی اریتروز هست. اگه بخوایم ساختمان ال اریتروز رو رسم بکنیم، کافیه که یک آینه ای رو ما اینجا در نظر بگیریم و سپس در واقع ساختمان کامل رو رسم بکنیم و جهت اوهاش های روی کربن های نامتقارن رو عوض بکنیم و در اون صورت ما خواهیم داشت ال اریتروز. چون اوهاشی که بر روی دورترین کربن نامتقارن نسبت به گروه کربونیل هست، حالا دیگه به سمت چپه. اسم این قند هنوزم اریتروزه، چون که هر دوتا اوهاش روی کربن های نامتقارن به یک سمته. این دوتا ساختمان بنابراین یکشون دی اریتروزه، یکشون ال اریتروزه و نسبت به هم تصاویر آینه‌ای یا انانتیومر هستند. اینا استریو ایزومر هایی هستند که نسبت به هم میرور ایمیج هستند. میدونیم که تعداد کل استریو ایزومرهای یک مولکول عالی بستگی داره به تعداد مراکز کایرالش. چون در آلدوتتروس ها 2 تا مرکز کایرال وجود داره در هر مولکول، بنابراین تعداد کل استریو ایزومرها برای این خواهد شد 2 به توان 2 مساوی 4. گفتیم از بین کل استریو ایزومرها نصفشون، یعنی اینجا 2 تاشون ایزومر دیه و 2 تاش ایزومر ال خواهد بود. در اینجا ما 2 تا از ایزومرها رو داریم، یه دی اریتروز داریم، یه ال اریتروز. پس اون 2 تا ساختمان دیگه ای که یکیشون باید دی باشه یکیشون ال کدام ها هستند؟ خب در اینجا من میخوام مدل ساده تر فیشر رو استفاده کنم
پس خواهیم داشت اوهاش، هاش. خب اون یکی آلدوتتروزی هستش که اوهاش روی کربن‌های نامتقارنش هر دو به یک سمت نباشه، بلکه یکیشون به راست یکیشون به چپ باشه یا برعکس. بنابراین اسم این قند هستش دی تریوز. اگر بر روی کربن‌های نامتقارن آلدوتتروز اوهاش‌ها به یک سمت نباشن، به سمت‌های مخالف باشن، اون وقت قندمون اسمش خواهد بود تریوز. اگر اوهاش روی آخرین کربن نامتقارن به سمت راست، دی خواهیم داشت. خب الان قند دیگه تصویر آینه اینه، انانتیومر این خواهد بود. لذا خواهیم داشت هاش، اوهاش اینور، در این ترکیب هم چون اوهاش های روی کربن های نامتقارن جهت متفاوت با هم دارن، اسم این قند هم هست تریوز. اما این ال تریوزه، چون اوهاش روی کربن نامتقارنی که نسبت به گروه کربنیل دورترینه به سمت چپ قرار گرفته، لذا ما اینجا ال تریوز داریم. اینها هم نسبت به هم انانتیومرن. بنابراین آلدوتتروز ها 4 تا ساختار سه‌بعدی مختلف میتونن داشته باشن که دو به دو با هم تصویر آینه‌ای هستن، که دو به دو با هم ایزومرهای دیوئل هستن، یا دو به دو با هم انانتیومر هستند. پس تعداد کل استریو ایزومرها هر چند تا که باشه، نصفشون دین، نصفشون الن. اینجا ساختمان زنجیره باز دیریبوز رو داریم که یک آلدوپنتوزه و میدونیم که 3 تا کربن نامتقارن، 3 تا مرکز یا کربن کایرال داره. بنابراین تعداد کل استریو ایزومرها یا ایزومرهای فضایی اون و تعداد کل شکلای سه‌بعدی که میتونه بگیره 2 به توان 3 خواهد بود که میشه 8. از بین اینها 4 تا ایزومر دی و 4 تا ایزومر ال داریم. در واقع بین این 8 تا 4 جفت داریم که 2 به 2 با هم تصویر آینه‌ای هستند. من میخوام این ساختمان رو یه مقداری خلاصه تر بنویسم که همه این ساختمان ها بتونه اینجا جا بشه. بنابراین به این شکل خواهم نوشت دیریبوز رو. اولی جفت انانتیومر عبارتند از دیریبوز و تصویر آینه‌ای اون ال ریبوز. دومین جفت انانتیومر عبارتند از دی آرابینوز و تصویر آینه‌ای اون ال آرابینوز. سومین جفت انانتیومر عبارتند از دی گزیلوز و تصویر آینه‌ای اون ال گزیلوز. گزیلوز در انگلیسی زایلوز نامیده میشه. و بالاخره چهارمین جفت انانتیومر عبارتند از دیلیکسوز و الیکسوز. در همه قندهایی که ایزومر دی دارند، اوهاش روی دورترین کربن نامتقارن نسبت به گروه کربنیل به سمت راست قرار گرفته. درست مثل دیگلیسرالدهید. در دیگلیسرالدهید اوهاش به سمت راست قرار گرفته بود. در حالی که در قندهایی که ایزومر ال دارن، اوهاش روی دورترین کربن نامتقارن به سمت چپ قرار گرفته. باز هم مثل الگلیسرالدهید. در الگلیسرالدهید اوهاش روی کربن نامتقارن به سمت چپ است. وقتی که در مورد اوهاش ها میخواییم صحبت بکنیم و جهتشون رو بگیم، همیشه از آخرین کربن نامتقارن یعنی دورترین مرکز کایرال نسبت به گروه کربنیل شروع میکنیم. در دیریبوز جهت اوهاش ها از کربن نامتقارن پایین به سمت بالا عبارت از راست راست راست. جهت اوهاشا در ال ریبوز چپ 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 هست. در دی آرابینوز جهت اوهاشا عبارت از راست راست چپ.
در دیگزیلوز راست چپ راست، در حالی که در الگزیلوز چپ راست چپ. یعنی گزیلوز یا زایلوز قندی هستش که اوهاش روی کربن‌های نامتقارنش به صورت یه درمیون جهتش متفاوته. در دیلیکسوز جهت اوهاش ها راست چپ چپ و در الیکسوز چپ راست راست. پس همونطور که ملاحظه کردیم اون 8 تا استریو ایزومر به صورت 4 جفت انانتیومر وجود دارن. پس این 8 تا ایزومر فضایی به صورت 2x2 ایزومرهای دی و ال یا تصاویر آینه‌ای یا انانتیومر هم دیگه هستند. اما اون ساختارهای فضایی که اون ایزومرهای فضایی که تصویر آینه‌ای هم دیگه نیستن چی نامیده میشن؟ ایزومرهای فضایی که تصاویر آینه‌ای یکدیگر نیستن دیاستریومر نامیده میشن. در مورد آلدوهکسوس ها تعداد کل استریو ایزومرها یا ایزومرهای فضایی که آلدوهکسوس ها میتونن داشته باشن میشه 2x10 N یا 2x4 که میشه 16 تا. از این 16 تا 8 تا ایزومر D خواهد بود و 8 تا ایزومر L. در این شکل همه 8 تا ایزومر D نشون داده شده. برای نوشتن ایزومرهای L یا تصاویر آینه‌ایشون مثل قبل عمل می‌کنیم. فقط من اینجا کمی این ساختمان‌های فیشر رو حتی بیشتر ساده‌تر کردم. چون آقای روزانوف پیشنهاد کردند که می‌تونیم فرمول باز زنجیره‌ای مونوساکاریدها رو به شکل آدمک نشون بدیم. آدمکی که سرش همون گروه شیمیایی آلدهید هست، تنش کربن هایی هستن که پشت سر هم به هم وصلن. سه هاش دو اوهاش انتهایی و هاش ها رو نمی نویسیم و اوهاش ها رو به صورت دست های چندگانه بر روی این تنه نشون میدیم. و در اینجا من اوهاش روی دورترین کربن نامتقارن نسبت به گروه آلدهید رو که تعیین کننده دی یا ال بودن یک مونوساکارید هست به رنگ قرمز نشون دادم. در اینجا قند دی رو داریم، دی آلوز رو داریم و تصویر آنیش میشه ال آلوز. برای قندهای دیگه هم همینطور. دی آلتروز، ال آلتروز، دی گلوکوز، ال گلوکوز، دی مانوز، ال مانوز، دی گلوز، ال گلوز و دی آیدوز، ال آیدوز، دی گالاکتوز، ال گالاکتوز، دیتالوز و ارتالوز. این استریو ایزومرها 2x2 با همدیگه انانتیومر هستند. اونایی که نسبت به هم انانتیومر یا تصویر آینه‌ای نیستن دیاستریومر یکدیگر نامیده میشن. حالا سوال برامون پیش میاد که آیا قرار هست همه این ساختمان‌ها رو ما متوجه باشیم؟ یعنی همه این ساختمان‌ها رو با اسمشون باید بلد باشیم؟ تا حالا هرچی گفتیم باید بلد باشیم. توی این اسلاید قندهایی که برامون مهم هستند یکیشون دی گلوکوزه، اون دیگری دی مانوزه، دی گالاکتوز و دی آیدوز. این 4 تا آلدوهکسوز برامون مهم هستند. بقیه رو میشه ندونیم. بقیه رو لازم نیستش که جهت اوهاش هاشون رو حتما بدونیم. البته آلوز آسان‌ترینشونه. اما ساختارهای دی گلوکوز، دی مانوز، دی گالاکتوز و دی آیدوز رو در اسلایدهای بعدی بیشتر مورد بررسی قرار خواهیم داد. مونوساکاریدهای کتونی هم مثل مونوساکاریدهای آلدهیدی احتمال اینکه یک مونوساکارید کتونی خاص استریو ایزومرها یا ایزومرهای فضایی متفاوتی رو داشته باشه وجود داره. در دیهیدروکسی اسیدون که 3 تا کربن در ساختمانش داره و یک کتوتریوزه قبلا دیدیم که هیچ مرکز کایرالی وجود نداره. بنابراین تعداد مراکز یا کربن‌های کایرالش صفره و لذا تعداد استریو ایزومرهاش هم صفره. بنابراین در فضا
یک ساختار فضایی یا شکل سه‌بعدی منفرد داره. اما در مونوساکارید کتونی که 4 تا اتم کربن داره، یعنی یک کتو تتروزه، کربن شماره 3 یک کربن کایرال هست. بنابراین تعداد مراکز یا کربن‌های کایرالش یک عدده. 2 به توان 1 میشه 2. تعداد استریو ایزومرهاش 2 تاست. یعنی در فضا به 2 شکل سه‌بعدی مختلف میتونه وجود داشته باشه. یکی از اون شکل‌ها حالت دیه و یکی دیگه حالت اله، چون یک کربن نامتقارن داره و فقط یک حالت دی و یک حالت ال میتونه داشته باشه. اگه ساده تر بنویسیم این میشه همون دی اریترولوز و تصویر آینه‌ایش یا انانتیومرش که ال اریترولوز نامیده میشه. اینکه ما این کربن کربونیل رو به سمت چپ یا راست بنویسیم در آینه خیلی مهم نیست، به راستم بنویسیم میشه این کربن کربونیل رو، چون که این یک کربن نامتقارن نیست که جهتش مهم باشه. در مونوساکارید کتونی 5 کربونه، یعنی کتو پنتوز، کربن‌های 3 و 4 کربن‌های نامتقارن هستند. بنابراین تعداد مراکز یا کربن‌های کایرالمون 2 عدده. 2 به توان 2 میشه 4. بنابراین در کتو پنتوزها ما انتظار داریم 2 تا ایزومر فضایی دی داشته باشیم و 2 تا ایزومر فضایی ال داشته باشیم. که دی ریبولوز رو داریم. ال ریبولوز تصویر آینه‌ای دی ریبولوز هست. دی گزیلولوز و ال گزیلولوز. گزیلولوز کتو پنتوزی هستش که روی کربن‌های نامتقارنش اوهاش‌های درمیون جهتشون تفاوت کنه. در مونوساکارید کتونی 6 کربونه که کتو هکسوز نامیده میشه، تعداد مراکز یا کربن‌های کایرال 3 عدده، کربن 3 4 5، و لزو 2 به توان 3 8 تا استریو ایزومر خواهیم داشت، 4 تا دی 4 تا ال. بنابراین ما اینجا دی فروکتوز رو داریم، تصویر آینه‌ایش یا انانتیومرش میشه ال فروکتوز. با دی پیسیکوز قبلا آشنا شدیم، تصویر آینه‌ایش میشه ال پیسیکوز. میبینید که در اینجا من کربونیل رو در هر دوتاشون به جهت یکسان کشیدم و مهم نیست، چون این کربن نامتقارنی نیست. موقع نوشتن تصویر آینه‌ای باید اوهاش‌های روی کربن‌های نامتقارن رو حتما عوض کنیم، همه رو، اونای دیگه مهم نیستند. کتوهکسوز بعدی دی سوربوز که در اون می‌بینید اوهاش‌های روی کربن‌های نامتقارن 1 درمیون جهت متفاوت دارن و تصویر آینه‌ایش میشه ال سوربوز. و بالاخره داریم دی تاگاتوز و انانتیومرش ال تاگاتوز. همونطور که اینجا هم مشاهده میشه این استریو ایزومرها 2 به 2 نسبت به هم انانتیومر یا تصاویر آینه‌ای هستند. اونایی که انانتیومر همدیگر نیستن دیاستریومر نامیده میشن.